الان. اجنبی اشاریه یو این ساعت از آرمان افم. در یک حمله انتحاری در کابل 55 تن کشته شدند و بیش از 130 تن دیگر زخم برداشتند. فرماندهی پلیس کابل میگوید که این رویداد چهارشنبه روز سه‌شنبه در مربوطات حوزه دوم امنیتی در نزدیکی زیارت ابوالفضل شهر کابل هنگام رخ داد که یک انتحار کننده مواد همراهش را در میان کسانی که برای عزاداری دهم محرم به زیارت ابوالفضل رفته بودند منفجر نمود. ایوب سالنگی فرماندهی پلیس جا زده بودند که متاسفانه از اثر انتحار از اونا تعدادی از هموطنان مسلمان و عزادار ما شهید شدند. از سوی دیگر کاروان از موترهای عزاداران در ولایت بلخ نیز آماج یک حمله انتحاری قرار گرفت. فرماندهی پلیس بلخ میگوید که این رویداد چهارشنبه روز سه‌شنبه در شهر مزار شریف هنگام رخ داد که یک کاروان از عزاداران از روضه حضرت علی به خانه هایشان می رفتند. در یک انفجار در ولایت کندهار 6 تن زخم برداشتند. فرمانده پلیس ولایت کندهار می گوید که یک انفجار در یک پارکینگ موتورسایکل ها در منطقه چهارسوی شهر کندهار رخ داد که در نتیجه 4 غیر نظامی و 2 پلیس زخمی شده اند. در همین حال مسئولان شفاخانه کندهار می گویند که 3 زخمی به این شفاخانه انتقال داده شدند که وضعیت صحی آنان نگران کننده است. در همین حال رئیس جمهور کرزی سازمان ملل متحد و آیسف این رویدادها را به شدت محکوم می کنند. رئیس جمهور کرزی بانک عاملان این حمله ها را دشمنان اسلام می خواند و آنان نیز هشدار می دهد که چون این حمله ها هیچ اثر بر همبستگی مردم افغانستان نخواهد داشت. محمد کریم خلیلی معاون دوم رئیس جمهور و حاجی محمد محقق عضو مجلس نمایندگان نیز این رویدادها را شدیداً محکوم کردند. از سوی دیگر وزارت امور داخله نیز رویدادهای اخیر را در کشور به شدت نگوهش می کند. بسم الله محمدی وزیر امور داخله می گوید که بررسی های نیروهای امنیتی در این باره آغاز شده است. وزیر امور داخله می افزاید که نیروهای امنیتی چند تن را به اتهام حمله های هراس افغانی در شهر کابل بازداشت کرده است. وی می گوید که این مردان قصد داشتند تا در روز عاشورا در بخشای گوناگون کابل حمله های هراس افغانی و موشکی را انجام دهند. همزمان با این دکتر عبدالله عبدالله رهبر ائتلاف تغییر و امید حمله های انتحاری ولایت های کابل، بلخ و انفجار ولایت کندهار را به شدت محکوم می کند و می گوید که طالبان در هر زمانی که موقعی به دست آوردند مردم بیگناه را به خاک خون کشانیدند. آقای عبدالله می افزاید که طالبان یک بار دیگر عمل نابخشودنی را انجام دادند. طالبان یک بار دیگر یک جنایت نابخشودنی مصروف مراسم ادای مراسم مذهبی خود بودند در سرتاسر کشور. در چندین نقطه مملکت ما از جمله در شهر کابل ده ها نفر مردم بیگناه را به شهادت رساندند، صدها نفر زخمی و جا مانده. از اثر از عمل انتحاری ایره با شدیدترین الفاظ تقدیم میکنم. از سوی دیگر رهبر ائتلاف ملی تغییر و امید در مراسم بزرگداشت از روز عاشورا کارکردهای دولت افغانستان را در 10 سال گذشته ناکام خواند. آقای عبدالله میگوید که با گرفتن الهام از قیام امام حسین مبارزت در برابر بیعدالتی ها در کشور باید شدت یابد. از سوی هم شماره از اعضای مجلس نمایندگان بر ادامه پیکار در برابر هراس افغانی در کشور تاکید میورزند. و خبر اخیر این که ایالات متحده آمریکا از شفاف نبودن انتخابات پارلمانی روسیه سخت نگران است. هیلاری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید که گزارش ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا درباره انتخابات پارلمانی روسیه پرسش هایی را درباره برگزاری این انتخابات برانگیخته است. از سوی دیگر بیش از 300 معترض ضد حزب نخست وزیر کنونی روسیه از سوی نیروهای امنیتی این کشور بازداشت شدند. اکنون به پایان خبرهای این ساعت رسیدیم. از توجه و همراهیتان جهان سپاس.